سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرین ساعت رادیو آزادی با من جاوید نعیمی خوش آمدین گرمی شدید هوا در اندوستان بیش از 1100 قربانی گرفته است درجه حرارت تا 47 درجه سانتیگراد افزایش یافته و در کمتر از یک هفته باعث تلفات گسترده شده است برای دکتران در هند اجازه دادن نشده تا به بر رخصتی بروند بر اساس گزارش در 15 سال گذشته چنین گرمی هوا سابقا نداشته است بیشترین تلفات به با باشنده های ایالت اندرا پردیش وارد شده تولسی رانی کمشنر خاص رسیدگی به حوادث طبیعی هن میگوید که از اجده ماه می تا حالا یعنی در ده روز گذشته مردم از ناحیه گرمی تلفات زیاد را متحمل شدند The heat wave is still in the state of... گرمی هوا در ایالت اندرا پردیش همچنان ادامه دارد. اد اکثر درجه ارارت امروز در بسیاری مناطق 46 و 47 درجه سانتیگرید ثبت شده است. در گزارش ها گفته شده که اکثر مناطق در ایالت اندراپردش در بیبرقی به سر میبرند حتی بعض شفاخانه ها از این ناحیه با مشکل روبرو شدند از میان 1100 قربانی بیش از 850 تن تنها در اندراپردش جان دادند جنگ ها در یمن شدت یافته و حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر حوثی ها ادامه دارد. در تازه ترین بمباران یک مرکز جنگجویان حوثی هدف قرار گرفته و در نتیجه ده تن کشته شدند. این مرکز یک انبار سلاح و مهمات حوثی ها به حساب می آمد. وزارت داخلی سعودی میگوید در حمله راکتی شورشیان حوثی در یکی از مناطق سرحدی عربستان دو سرباز این کشور کشته شدند با گفته مقام های سعودی از آغاز جنگ یمن تا حالا سی تن از شهروندان عربستان به شمول سربازان و غیر نظامیان کشته شدند شورشیان حوثی تایید کردند که حداقل 45 تن از اوسی در حمله اخیر عربستان سعودی در صنعا کشته شدند در این میان رئیس سازمان صحی جهان میگوید در جنگ یمن حدود 2000 تن که زنان و کودکان هم در میانشان شامل کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند اما سازمان ملل متحد تا حالا ارقام قربانیان جنگ یمن را 1037 تن میداند و روسیه در مناطق مرزی با اوکراین شمار زیاد از سربازان و مهمات نظامی را جابجا کرده است بر اساس گزارش تانک ها و وسایط زیاد روسی در نزدیک منطقه مرزی لوهانسک در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد جابجا جا بجا شدند از سوی دیگر جدایی طلبان در نزدیکی میدان هوایی دونتسک میگویند در صورتی که نیروهای حکومتی اوکراین بر مناطقشان حمله کنند آنها نیز دفاع خواهند کرد در تصاویر تازه به دست آمده نشان داده شده که اکثر مناطق در اطراف میدان هوایی دونتسک به شدت ویران و, و یا تخریب شدند در این حال رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که نیروهای حکومتی این کشور باید میدان هوایی دونتسک و سایر میدانهای هوایی را در کنترل خود درآورند جدای طلبان گفتند که در برابر هر گونه حمله نیروهای حکومتی اوکراین مقاومت خواهند کرد بیننده عزیز برخ تعولات خبری ما تا این ساعت تقدیمتان شد این خبرها و تازه های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام. تا بعد وقت خوش خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5